خوشبختانه در آغاز سال تمام متغیرهای اقتصادی مؤثر بر تحولات بورس شرایطی نشون میده که امید پایداری در بازار رو نوید میده. بنابراین خیلی از تحلیلگران تحلیل کردن که در واقع بشرات بورس با توجه به متغیرهای بنیادینی که وجود داره باید یک روندی رو طی کنه که به تعادل پایدار برسه انشالله. در شورای بورس هم انشالله که در آینده نزدیک جلسه خواهیم داشت، مواردی که تو دستور هست اینه که ما در واقع بیایم یک سری مؤلفه‌ای رو که کمک میکنه به پایداری مورد بحث قرار بدیم، که خوشبختانه شرایط شرکت‌های بورسی خیلی خوبه از نظر سودآوری، این یک نکته مثبته، و برخی از شرکت‌ها هم که در واقع صادراتی هستن به واسطه اینکه شرایط داره فراهم میشه، به خصوص امکان بالا بردن نرخ ظرفیت از بهره‌برداری ظرفیت اسمیه، یعنی بنگاهایی که به خاطر محدودیتی که تا الان وجود داشت مثلا 50% 60% از ظرفیت اسمی استفاده میکردن، الان خوشبختانه داره شرایط فراهم میشه مثلا این نرخ بهره‌برداری افزایش بده. این متغیر اثر میذاره روی سوداوری بنگاه، بنابراین اون اثر میذاره روی در واقع EPS، در واقع توی دیویدند، در واقع اینا که کمک میکنه اقبال بیشتر بشه. اما اونجوری که مسلمن، چون من این جمله رو بگم که عزیزانی که تو بازار سرمایه فعال هستن، ببینید فعالیت در بازار سرمایه اختزاش محاسبه گریه و دقته، چه در خرید چه در فروش. برخورد و رفتار هیجانی در خرید یا فروش، چون بعضی ها من احساس میکنم در فروش گرفتار رفتار هیجانی میشن، اصلا به نفعشون نیست. من این که دارم میگم به عنوان یک کارشناس اقتصادی دارم عرض میکنم. شما نگاه کنید، ما الان یه قطع سکه داشته باشیم میخوایم بفروشیمش، کلی ملاحظات رو در نظر میگیریم. این رو باید ما در زمینه سهام هم همین ملاحظات داشته باشیم، با این تفاوت که سهام علاوه بر قیمت سودم گیر ما میاد. یعنی من وقتی آدرس از سهام یه شرکت رو دارم، حتما وقتی مجمع برگزار بشه سود بخوان توضیح بکنن، من از اون سودش برخوردار میشم. بنابراین این مجموعه مؤلفه رو در نظر بگیرن. انشالله امیدواریم برنامه‌هایی که مدیریت بورس داره آقای دکتر دهقان به تفصیل بحث کرده زمینه اجراش فراهم بشه. حتما انشالله ما در واقع امیدواریم که این کاری که ایشون داره مصوبات که شورای بورس میخواد، شورای بورس هم کاری لازم با ایشون بکنه که انشالله بتونیم یه شرط پایدار رو برسیم.